اولم بازی خیلی قشنگی بود و یک تیم ملی برد. فکر چه روی بازی چه احساسی داره؟ فکر میکنم خیلی بازی سختی بود. قبل از بازی خیلی ها ما رو شاید بازنده میدونستن توی این بازی مقابل ژاپن. ولی اون چیزی که مسلما نشون دادیم که ما هم ایرانیم و لیاقت این که بقیه تیم ها ما رو اسپک کنن داریم. و تبریک میگم به همه بچه ها، دم غیرتشون گرم، کادر فنی، همه کسایی که امروز واقعا با همه وجودشون تلاش کردن و مردمی که اومدن ما رو ساپورت کردن توی استادیوم. و الان واقعا میگم خیلی خوشحالیم، ولی تا فردا انشالله از فردا باید همه فوکسمون رو بذاریم روی بازی. بله، نیمه دوم مثلا ژاپن خیلی موقعیت نداشت. چی پیش اومد که یه دفعه ببین نیمه اول ما فکر میکنم چند تا موقعیت داشتیم نسبت به ژاپن. ژاپن همون موقعیتی که به گل تبدیل کردن فکر میکنم روی اشتباه حالا خودمون و نداشتن تمرکز بود، ولی اون چیزی که مسلم بود ما هم قسم شده بودیم نیمه دوم با همه وجودمون بریم و جبران کنیم. و خدا رو شکر میکنم که خدا موز زحمت بچه‌ها رو داد و امیدوارم که این شادی بتونه زمینه ساز انشالله یه کار بزرگ باشه. بله، تو این بازی خیلی تنوع دادیم. بازی با سوریه خیلی پاسکاریمون کوتاه بود، فقط پاسای کوتاه میدادیم و خیلی بازی مستقیمی نداشتیم. اما تو این بازی انگار که ژاپنو نگاه کرده بودین دفاعشون مثلا بعضی موقع یه مشکلاتی داره دروازه‌بانشون. بازی خیلی مستقیم‌تر آره. بود و به قول تو هم تو نیمه اول خیلی بیشتر شوت زدیم. ببین این خب برمیگرده به پلن هر بازی دیگه. ما با توجه به تیم حریفی که آنالیز می‌کنیم ببینیم که کدوم راه بهتره برای ضربه زدن بهشون. با توجه به آنالیز کادر فنی کرده بود ما میدونستیم که دفاعشون روی توپایی که پشتشون میفته یکم مشکل دارن و خب دیدیم از این منطقه هم تونستیم بهشون ضربه بزنیم. خدا رو شکر میکنم حالا انشالله توی بازی بعدی هم بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نتیجه خوبی. دو تا چیزم که خیلی جالب بود اینه که سه روز پیش شما بازی کردین و اصلا خستگی رو ندیدیم و اصلا تعویض هم نداشتیم. چطور میشه؟ نه خیلی واقعیتشو بگم ما دو روز پیش 120 دقیقه بازی کردیم، هر کدوم نزدیک 15 کیلومتر دویده بودیم. ولی میگم اون خواستنه توی بچه‌ها بود، اون که با همه وجودمون می‌خواستیم بازی کنیم. من امروز تو واقعیتشو میگم از خواب بلند شدم مثلا هیچ احساسی از خستگی اینا نداشتم، یعنی از لحاظ ذهنی از لحاظ بدنی انقدر خوب بودم. همه بچه همین فکر می‌کنم احساسو داشتن، نشون دادیم که اگه بخوایم میتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. الان تایم داریم خدا رو شکر 4 روز و بعد خوب ریکاوری کنیم. مرسی از روزی جان، مبارک باشه. مرسی.